در این ویدیو به سراغ یکی از خوفناکترین بیماری ها یعنی جذام و اولین آسایشگاه که در ایران ساخته شده پرداختیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. در سالهای دهه 1330 شمسی جذام به عنوان خوفناکترین بیماری اون زمان سایه شوم خودش رو در سراسر آذربایجان افکنده بود، به طوری که 2/3 بیماران جذامی کشور در این خطه زندگی می‌کردند. از این رو در فاصله سالهای آغاز فعالیت بابا باقی تا اوایل دهه 1340 اعتقاد همگان بر قرنطینه کردن و حبس بیماران جذامی استوار بود، فارغ از اینکه اینا نیز همچون دیگران از حق حیات برخوردار بودند. به طور کلی سالهای دهه 20 تا اواخر دهه 40 دوران سیاه تسلط بیماری جذام در ایران بود. کمبود بهداشت، نبود پزشک متخصص و نایاب بودن داروی جذام روزگار سختی رو برای جذامیان ایران به ویژه در بابا باقی فراهم کرده بود. از سوی دیگر مردم عادی هم به دلیل نداشتن آگاهی بیماران جذامی اونا را از جامعه طرد کرده بودند. در اون سالها این خونه واقعا سیاه بود. آسایشگاه بابا باقی که به مساحت 75 هکتار در 15 کیلومتری شمال غربی تبریز واقع شده، در سال 1310 شمسی به اسکان بیماران جذامی شمال غرب و شمال غرب کشور اختصاص یافت. یکی از ارزشمندترین کارهای دولت ایران در زمان رضاشاه پهلوی ساخت اولین آسایشگاه جذامیان ایران با نام بابا باقی تبریز در سال 1310 خورشیدی بود. دکتر محمد حسین مبین تبریزی، پدر جذامیان ایران، حدود 30 سال بعد از آغاز به کار آسایشگاه وارد آسایشگاه شد و به عنوان مسئول آسایشگاه منصوب شد. دکتر مبین در کتاب باغ گلابی شرح کاملی رو در مورد روند شکل‌گیری آسایشگاه ذکر کرده. زنده یاد فروغ فرخزاد، در سال 1341 خورشیدی مستند خانه سیاه است رو در این آسایشگاه ساخت. بابا یاقی که به مساحت 75 هکتار در 15 کیلومتری شمال غربی تبریز واقع شده، در سال 1310 شمسی به اسکان بیماران جذامی شمال غرب و شمال غرب کشور اختصاص یافت. اما به دلیل کمبود امکانات، شرایط برای اسکان و درمان بیماران جذامی به هیچ وجه مهیا نبود. دو سال بعد در سال 1312 بلدیه تبریز شهرک بابا باقی رو به قیمت 600 تومان خریداری کرد و پس از انجام برخی تغییرات و مهیا کردن شرایط اولیه این مکان رو به وزارت بهداشت اون روزگار واگذار کرد. این مجموعه از 70 سال گذشته تا حالا همواره پناهگاه بیمارانی بوده که جامعه به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع کافی از این نوع بیماری از اون روی گردان بوده. فیلم معروف فروغ فرخزاد با نام این خانه سیاه است از حال و هوای این مرکز به تنهایی گواهی است بر روزهای سیاه بابا باقی، جایی که در اون دوران کمتر کسی به خود اجازه میداد حتی نزدیکش بشه. دستمایه ساخت فیلم مستند و تکان دهنده ای شد تا نگاه وجدانهای بیمار به سمت آسایشگاه جذامیان معطوف بشه. آسایشگاه بابا باقی حکایت انسانهایی است که به دلیل ابتلا به بیماری جذام یا خوره و از دست دادن اعضای بدن خودشون ناگریز از پشت کردن به زندگی شدن. ساکنان شهرک کوچک بابا باقی اما بعدها یاد گرفتن که چگونه با نامرادی های روزگار کنار اومده و به واسطه ی ابتلا به یک بیماری ساده از همه خوشی ها و زیبایی های زندگی چشم نپوشن. اینا در سایه تلاش های دلسوختگانی که برای خدمت به بشریت هیچ مرز محدوده قائل نبودن با طعم شیرین زندگی آشنا شدن و در همون آسایشگاه که روزی به خانه سیاه شهرت یافته بود به دوام زندگی بازگشتن.
از سالهای دهه 40 آسایشگاه بابا باقی، محل فعالیت پزشکان بین‌المللی از کشورهایی چون فرانسه، لبنان و غیره شد. همچنین در این دوران پزشکان ایرانی برای آموزش درمان بیماران جذام از توی سازمان بهداشت جهانی به کشورهای اروپایی و آفریقایی اعزام شدند و پزشکانی چون دکتر دهقان، دکتر فرزام، دکتر داوید و دکتر جان استامفورد زحمات بسیاری در این مجموعه متحمل شدند. نکته جالب در مورد آسایشگاه بابا باقی این که نخستین پزشک داوطلب خدمت در این مرکز یک طبیب اروپایی بوده، دکتر آلفونس داوید، که در این شهرک دورافتاده ساکن شد. با فاصله چند سال الهام بخش پزشکان ایرانی شد. به طور کلی در سالهای بعد از دهه 50 دیگه ناامیدی ها و یأس های دو نسل قبلی ساکن آسایشگاه بابا باقی خبری نبود و مردان و زنان در این وادی فراموش شده بستن پیمان زندگی با همدیگه نونهالانی سالم و سرحال به محیط حیات خود تقدیم کردن. زندگی در بابا باقی پس از سالها رنج و مشقت جان گرفت و با تلاش مداوم و مستمر پزشکان و پرستاران بشردوست این مکان کانون توجهات داخلی و جهانی شد. با انتصاب دکتر مبین به ریاست آسایشگاه در دهه 40، حصار سمتری دور اون که به تعبیر خود استاد بابا باقی رو شبیه زندان باستیل کرده بود از میان برداشته شد. با افزایش حساسیت ها و بیشتر شدن توجه دولت به بیماری جذام، آسایشگاه بابا باقی ایران در ردیف کشورهای کمک گیرنده از سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت و سال 1342 نخستین محموله داروی ضد جذام برای درمان 600 بیمار ساکن بابا باقی وارد این کشور شد. بیماری جذام دیگه مانند سالهای دهه 20 تا 50 بیماری وحشتناک و خانمانسوزی نیست، به طوری که طول مدت درمان جذام از 15 سال در دهه 40 به 45 روز در عصر حاضر کاهش یافته. در سایه تلاش محققان سراسر دنیا در یافتن درمان قطعی جذام، سازمان بهداشت جهانی سال 2000 رو سال ریشه‌کنی جذام در جهان اعلام کرد. بیماران جذامی به دلیل فشارهای روحی و روانی در طول مدت درمان خود نیاز به حمایت پس از درمان هم دارند و برای حل این موضوع همتی دیگر لازم است. انجمن حمایت از جذامیان آذربایجان شرقی با نظارت برخی از تشکل‌های غیر دولتی کمک‌های نقدی مردم رو توسط یک حساب به شعب تربیتی که توی تبریز هستند هدایت میکنند. ایجاد زمینه‌های شغلی از طریق آموزش مهارت‌های حرفه‌ای یکی از مهمترین راهکارهای توانمندسازی خانواده‌های جذامیان به شمار می‌رود.